قرار گرفتن افغانستان در فهرست کشورهای گرسنه جهان. افغانستان در درجه بندی شاخص جهانی گرسنگی در میان 121 کشور در جایگاه 109 قرار گرفته است. بر اساس رده بندی تازه افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای به شمار می رود که مردم آن با بدترین وضعیت کمبود مواد غذایی روبرو اند. شاخص جهانی گرسنگی روز گذشته با نشر گزارش گفته است که افغانستان در سال 2022 میلادی به دلیل خشکسالی، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت به سطح جهان با عواقب ناگوار روبرو است. افغانستان در درجه بندی جدید در میان 121 کشور گرسنه جهان در جایگاه 109 قرار گرفت و در سال 2022 به دلیل خشکسالی، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت به سطح کل جهان با عواقب ناگوار روبرو است. در همین حال باشندگان کشور نیز از وضعیت بد اقتصادی، افزایش بهای مواد خوراکی و نبود فرصت‌های کاری در کشور شکایت می‌کنند و از مقام‌های امارت اسلامی می‌خواهند تا در بخش ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم و کنترل نرخ‌های مواد خوراکی در بازارها توجه کنند. وضعیت زندگی ما بهتر تا فعلا هیچ وضعیت زندگی نیست. ما زنده مقصد ما قاطین زنده هستیم. زندگی ها نیست فعلا دیوتن. کار نیست بیادر. ما کراچیوان این مارکیت هستیم از صبح تا شام از ساعت یک و نیم ساعت بالا کار نمیکنیم بیادر. دیگر نرخ نوای بازار به قیمتی بالا هست بیادر. بو یک و نیم ساعت اگر ما کار میکنیم بیادر دادان اجران نان خونه که از این نانبایی ها میره میخریم بیادر دیگر کدام با ما کدام چیزی نیست بیادر. این همیست که بیادر یک پروژه شرکت بیادر سر تجارای ما تاجرای ما دیگه ما بیادر اقلان کار بر به مردم ملت پیدا کنند. دیگه نمیشه که در خودشان دست داشته که بشینن اشکم شان سر اشکم به غریب خبر نداشته باشند. حال کار بار نیست. روز روزگار نیست. مردم بیکار است. پیشتر خوب بود. یک کار بار می بود. اگر اجز می بود یک کار میکردی یا کراچوانی میکردی یا مثال یک چیز میفروختی یک چیز میخریدی خرید فروش بود. حال کس خرید فروش نیست. از سوی هم فروشندگان مواد خوراکی میگویند که کاهش نسبی نرخ دلار بر کاهش بهای مواد خوراکی تاثیر چشمگیری ندارد، زیرا این نرخ ها با توجه به نرخ های بازار جهانی کنترل می شود. جنس که بالا میشه از هم جای اصلی بازار جهانی بلند میشه. دیگه انشالله با تو شکایت ما نداریم که تجار بلند میکنه یا دکاندار بلند میکنه تا که نرخ در جای اصلی مثلا روغن تا در مالیزیا بلند نشه و اینجا بلند نمیشه. آردم همچنان نال ده یه دولار مثلا یه دولار ارزان شد با یه ایرپا و دورپا نرخ خلاشور نمیده اجوا. در همین حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد میگوید که بحران گرسنگی در افغانستان به حد نیست که سازمان های خارجی در مورد آن آمار میدهند. ما فکر نمی کنم که بحران گرسنگی به او پیمانی باشه که نهادهای خارجی بعضا او را به عنوان تبلیغات و هیاهو به خاطر ایجاد فضای مسموم روانی نشر میکنه. این در حال است که بر اساس گزارش نهادهای مختلف بین المللی افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرو است و کمک های بشری به تنهایی نمیتواند مشکلات موجود در این کشور را حل کند.